سرخط تازه‌ترین خبرها، درگیری شدید میان طالبان و جبهه مقاومت در حصارک پنشیر. مردم محل میگن که مرده های طالبان در روی سرک افتادند و کسی نیست که آنها را جمع کنند. طرح ترور عمران خان توسط استخبارات پاکستان افشا شد. سلام، به کانال ما خوش آمدید. گزارش ها از طرح ترور عمران خان. رسانه های پاکستانی امروز 12 حمل از طرح ترور عمران خان نخست وزیر این کشور خبر داده است. شبکه تلویزیونی جیو نیوز به نقل از فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گزارش داده است که نهادهای امنیتی این کشور از طرح سوء قصد به جان عمران خان خبر داده است. آقای چودری همچنان گفته است که حکومت در پی این تهدید تدابیر امنیتی برای عمران خان را تشدید کرده است. پیشتر از این فیصل وادا رهبر تحریک انصاف پاکستان حزب حاکم این کشور ادعا کرده بود که جان عمران خان در خطر است و طرح از بین بردن وی زیر کار است. آقای وادا گفت ما بارها به او گفته ایم که هنگام سخنرانی در اجتماعات از شیشه های ضد گلوله استفاده کند. این در حالی است که عمران خان زیر فشارهای فزاینده مخالفانش قرار گرفته است تا از قدرت کنارگیری کند. قرار است روز دوشنبه هفته آینده صندوق رای عدم اعتماد برای عمران خان گذاشته شود. خبر بعدی و به نهایت مهم، درگیری شدید در پنشیر. جسدهای طالبان روی جاده افتاده و جنگ در منطقه حصارک جریان دارد. منابع مردمی و آماج میگویند که طالبان از دو روز به این سو باشندگان روستای گلزنگر ولسوالی رخه ولایت پنشیر را به کوچ اجباری دادند. به گفته این منابع بیش از 350 تن از جنگجویان طالبان با تجهیزاتشان وارد ولسوالی رخه شده و بازار این ولسوالی توسط طالبان محاصره شده است و ساحه حالت نظامی را به خود گرفته است. برخی از باشندگان محل و آماج میگویند که هم اکنون درگیری میان طالبان و مقاومتگران در منطقه حصارک جریان دارد. آنها میافزایند که بیش از 10 طالب کشته و دو واسطه رنجرشان تخریب شده است. با گفته مردم محل بیش از 10 جسد جنگجویان طالبان بر روی جاده افتاده است. اما طالبان در پنشیر موضوع کوچ اجباری و درگیری را رد نموده و آن را شایع مقاومتگران عنوان می کند. این در حالی است که شاهدان عینی از صحنه جنگ چنین می گویند. مردم قریه گلزنگر ولسوالی رخه ولایت پنشیر در حال کوچیدن از خانه و کاشانه هایشان هستند. از دیروز تا حال در نتیجه ظلم و ستم طالبان مردم خانه و کاشانه هایشان را ترک کرده و به کابل کوچ می کنند. مردم محل می گویند که از روز دوشنبه تا اکنون توسط طالبان مورد آزار و اذیت قرار گرفته و مجبور شده اند به کابل کوچ کشی کنند. طالبان یگانه موتر و راننده فلان کوچ لعنی قریه های حصارک و گلزنگر را به نام زیلا دستگیر نموده و مردم مجبورند بدون موتر 2 ساعت پیاده به بازار رخه بیایند. طالبان اکنون در قریه گلزنگر و حصارک در منازل مردم پوسته افزار نموده و زندگی مردم را به شدت دشوار ساخته است. این در حالی است که بنابر گزارش های مردم محل این منبع ها تایید میکنند که الحمدلله تا این دم من که برایتان میخوانم 3 پوسته از گروه طالبان در دست مبارزین مقاومت افتاده است و شکر خدا هیچ تلفات از نیروهای مقاومت نیست. اما جانب مقابل یعنی گروه طالبان تلفات بیش از حد که قابل شمارش نیست در جاده های پنشیر داشته شدند. جبهه مقاومت میگوید که این تازه آغاز کار است و مقاومت ادامه دارد. اکنون میپردازیم به ویدیو تازه از پنشیر که جنگجویان جبهه مقاومت آمادگیشان را و لشکرکشیشان را علیه طالبان خبر میدهند. پس لطفا ما را تا آخر همراهی کنید. I'm
پلنگ بشنوی پلنگ پلنگ کمال پلنگ 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 که پیش روی میان تناسم پلنگ که اولا بزن یک استوار بیم پلنگ کمال هستم که پلنگ که پیش روی میان تناکی هست امور یک دو مر میگذن امرش هست بیم پلنگ پلنگ مزه نیزم دیروز آمدم پیشت نه اما اون دو آدم هستم اولا نگرفتی یک بل بکنم دمی اولا یک تا فرار کرد آه دوال نیستم تکیر از بچه های مومد آه تکیر بچه الله اکبر الله اکبر نمانش